علت اینه که این چشم ما عمل تمییز رو انجام میده. حالا این چشم رو میگه بگریانش مولانا. گریاندن چشم یعنی این که خلاصه اینطوری من چون دو بیت بعدی اینو توضیح میده مولانا، من در یک کلمه یا در یک جمله بخوام بگم این سیستمی که ما الان مسائل را تمیز و تشخیص میدیم، این رو بگیریم چشم، گریاندن چشم یعنی این که از این سیستم باید بیام بیرون. حالا چی کار باید بکنم هم هنوز هیچ چیزی پیشنهادی نرسیده فعلا، ولی با اون معیار و با اون قوه تمیز نمیشه اینجا رو اومد. همونطوری که موسی نتونست دنبال خضر بره. خب دو بیت آخر، ای برادر طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. پس میگه این کودکی که توی این داستان ما بود نماد همون قوه تمیز توست و تو تا وقتی این داره کار میکنه تو نمیتونی به اینجا راه پیدا کنی. کام تو موقوف عقب نشینی اینه. حالا چون اینو با چشم مثال میزنه میگه موقوف زاریه. زاری یه معنیشم زار بودنه. زار بودن یعنی بیچاره بودن، ناتوان بودن. زار بودن چشم تو یعنی باید این قوه تمیز فعلیت یا این سیستم فهم فعلیت به زاری بیفته. ما بهش استیصال میگیم، ما بهش میگیم مود ندانستگی. اون سابق چند ماه پیش با این واژگان میگفتیم مود نیاز. الان این طرف ما، مرکز ما وقتی دانستگی هاست توی مود ناز هستیم، ولی وقتی میای اونجایی که مرکزمون قرار خالی و تهی و هیچ باشه، اون وقت مرکزمون میشه نیاز، ابزارمون. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. خب این همش نمادینه. اگه دنبال این معنی خود این ابیات بریم به هیچ جا نمیرسه این معانی. میگه اگر آن خلعت رو میخوای دریافت کنی باید بگریانی طفل دیده تو هم بر اون جسد، یعنی بر اون چیزهای مرده‌ای که در تو هست. چیزهای مرده رو اینجا نگفته، ولی تو اون ابیات بعدی یا تو اون داستانایی که به عنوان مثال آورد گفت. مثل اون کر که به عیادت همسایه رفت، یا موسی که همراه خضر رفت، یا مثالای دیگه‌اش.